خب چند تا نکته هست که تو این ویدیو باید خدمتتون عرض بکنم یکی از شما داخل انجمن از من پرسیده بود که خب وقتی که ما میخوایم رجیستر بکنیم من میخوام که به جای اینکه کاربر بیاد لاگین بشه خب بیاد یه ایمیل کانفرمیشن من برای کاربر فرستاده بشه توی دو تا ویدیو قبلی بهتون نشون دادم که چطوری میتونید ایمیل بفرستید میتونید برید لاراول و بعد این ایمیل رو یه بار دیگه بخونید ولی من همه چیزو سعی کردم پوشش بدم بهتون اگر ایمیل رو کلیک بکنید گفتم که بهتون یه پکیجی احتیاج دارید به نام گازو و بعد میلگان رو احتیاج دارید یا منریل رو یا حتی میتونید از اس استفاده بکنید که من به شخص از اس استفاده میکنم اینطوری میتونید ایمیل بفرستید و میتونید چطوری از لاگ استفاده بکنید ولی اصولا برای اپلیکیشن هایی که داخل لوکال اجرا میشه مثل همین لوکال هاستی که ما اینجا داریم مصولا از لاگ استفاده میکنیم من دیگه در مورد ایمیل صحبت نمیکنم فقط میخوایم تمرکز کنیم در رابطه با ایمیل کانفرمیشن استفاده بکنیم یا تو میاد که به تو گفتم که لاراو وقتی تایپ میکنید php اچ پی لیست میاد یه دستوری داره اینجا به نام php اچ make auth میک خب، که میاد scaffoldی برای شما درست میکنه تنها scaffoldی که اینجا درست میکنه همینه چون خیلی ها داخل کامیونیتی لاراو خیلی کردن گفتن که خب ما میخوایم اتنتیکیشن درست بکنیم حوصله نداریم این کار رو انجام بدیم و یه بار لر اول کرد یه بار دوباره اضافهش کرد ولی خوبی این اینه که سری میاد برای شما لاگین رو درست میکنه ولی شما باید بفهمید که اوضا از چه قراره و چه اتفاقی افتاده به خاطر همینم باید برید ویو ها و چیزها رو نگاه بکنید کنترلر رو برای دوباره مقدمه آمادگی یا برای اینکه یادتون بیاد دوباره اگه بریم داخل اپ بریم داخل HTTP برای ما یه کنترلر درست میکنم اونم آث آث کنترلر و بعد پسورد کنترلر ویدیو 18 رو اگر نگاه بکنید ویدیو شماره 18 دقیقا الان میتونید استاپ بکنید نگاه بکنید به شما به شما گفتم که لر اول میاد برای شما میگه که فرض بکنید که میخوای لاگین بکنید ولی پسورد یادتون نیست نوشته فورگاد یا پسورد وقتی این روش کلیک میکنید چطوری میاد برای شما ایمیل میفرسته و چطوری این رو ستاپ بکنید اینو به شما یاد دادم ولی وقتی ما اینجا رو ثبت نام میکنیم ما رو مستقیم ریدایرکت میکنه و لاگینمون میکنه این همون اپلیکیشن بنرمون هست اگر نگاه نکردید اون پروژه رو نگاه بکنید من سعی میکنم روی این اپلیکیشن ادامه بدم به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه که اگر بخوام دوباره یه اپلیکیشن دیگه اضافه بکنم میخوام فقط روی کارهای کلیدی تمر... تمرکز بکنیم خب من چیکار بکنم اولین کاری که میکنم اینم داخل کرییت User تیبل میخوام یه مایگریشن درست بکنیم نگاه بکنید اینجا یه ریممبر توکن داریم خب remember توکن رو اگه من روش کلیک بکنم منو میبره داخل یک به اصطلاح صفحه‌ای که نگاه بکنید نوشته بلو و خب یه, یه همچین چیزی برای من درست میکنه This string و یه همچین چیزی یکی از کارهایی که من زیاد موافقش نیستم داخل لرقه اینه که برای اینکه کار یه مقدار گیج میشن نگاه بکن remember token رو آورده داخل blueprint قرار داده متودهایی که نمیخواد که شما مثلا به صلاح حالا اینو گوشه داخل بلو پرنت. اینا همون چیزهایی هست که داخل دیتابیس یا این جدول ازش استفاده میکنید ولی خب میشد بیاد همچین کاری بکنه همون چیزی که من الان کپی کردم خب این همونه یه ریمبر توکن برای شما درست میکنه تعدادش 100 تا کرکتر هست و نو هستش به این صورت خب ولی این همون ریمبر توکنه شما میتونید یه همچین چیز دیگه درست بکنید یا اینکه میتونید مثل من بیاد از تیبل استفاده بکنید ما دو تا چیز میخوام استفاده قرار بدیم اگر درس سال در تمام بشه من دوباره برمیگردم توی پی اچ پی بهتون توضیح میدم که چقدر آسون میتونید ریممبر توکن رو برای خودتون درست بکنید میخوام یه بولین از یه کالام بولین درست بکنیم یعنی true or false اسمش رو میخوام بذاریم verified خب verified یعنی شده ولی وقتی کاربر میاد یه چیزی درست میکنه یک یوزر درست یه چیزی ثبت نام میکنه این verified چی میشه میخوای نولبل بذاریدش مثلا اینجوری خب نه این به درد نمیخوره چون اگه خالی بذارید کاربر میتونه لاگین بشه پس ما یه دیفولت درست میکنیم این دیفولتی که من اینجا مینویسم قراردادی میگه مقدارش چیه ولیوش مثلا ما میذاریم فاس فاس هم باید بدون کوت بنویسید به اینجوری به این صورت ولی اینجا دو تا فلش شد من اینا رو برمیدارم این از این پس کاربر چی میشه میاد یک وقتی ساخته میشه یک داخل یه جدول دیگه یه جدول داخل یه ستون دیگه یک مقداری درست میشه به نام فاس. داخل مای اس هستیم ترو یعنی یک فالس یعنی صفر خب اینا رو همه رو میدونید دیگه در سایت دیتابیس فهمیدید ولی یه ما یه توکنی احتیاج داریم که یا یک به یه یک کلیدی احتیاج داریم که به کاربرمون بتونیم بفرستیم خب من از این پسورد یه کپی میگیرم اینجا پیست میکنم این استرینگ رو میذارم چی اسمش رو توکن یادتون یعنی باشه ولی میخوام وقتی که کاربر درست شد، درست کرد خوشو نولبل باشه یعنی برفرض من اینجا نولبل تایپ بکنم اینجوری بهتره نولبل یعنی که خالی باشه به همین صورت حالا من وقتی اینا رو درست کردم میرم داخل مدل فکتوری اینا رو آپدیت میکنم کجاست لارول و میرم داخل دیتابیس فکتوریز مدل فکتوری اینا رو همه رو من باز میکنم اینجا نگاه بکنید که بنر داریم و یوزر یه نوشته نیم ایمیل پاسورد ریممبر توکن بعد از پسورد من یه دونه حالا زیادم ضروری نیست ولی می تایپ میکنم verified خب و برای اینکه میخوایم اینو بعدا اگه خواستیم ازش استفاده بکنیم بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم true میذارمش به این صورت ویلگول هم بذارید که به این صورت قرار بگیر این از model factory و اینان میبندم حالا کدوم فایل باز بکنم اگر من برم داخل auth controller که ما اینجا داریم دوخ. البته اول باید مایگریت بکنیم به جدول رو ببینیم من سرورم ران کردم PHP Artisan Migrate و این نوشته Nothing to Migrate احتمالا من باید رول بک بکنم یا اینکه میتونم یه کار دیگه بکنم چون جدول یوزر رو دارم بچه ها این هم اتفاقا نکته خوبی که به شما یاد بدم اگه من برگردم اینجا داخل Model Factory نه این Create User این دوتایی که این چیزایی که اینجا دارم خب کات بکنم بیام یه مایگریشن دیگه درست بکنم چون نمیخوام یوزران پاک بشه اگه تایپ بکنم PHP Artisan Make Migration برای اینکه یادآوری بکنم یه بار دیگه PHP Artisan میذارم نگاه بکنید Make اینجا داریم Make Migration خب به این صورت سفر خالی میکنم تایپ میکنم پی... راستی Art یعنی همون PHP Artisan براش گفتم میان برد درست کردم PHP Artisan Make Migration و اینجا میتونید بذارید داش داش حالا و اگه مثل من زیاد از این استفاده نکردید میشه تایپ بکنید help و اینجا نگاه کنید نوشته create table میبینید اینجا و اینجا خالی میکنید تایپ کنید php artisan make migration خب بذارید من این تا رو بردارم از اینجا اسکوشن تیبل ولی یه اسم باید بدیمش دیگه گفتم اسم همون جوری میدید که دارید بهش باش صحبت میکنید مثلا میگید که uh, add underscore token underscore to Uh, users table میبینید این رو میزنیم یه همچین چیزی درست میشه الان من میدازم پایین نگاه بکنیم میتونیم بازش بکنیم ببینید که اینجا وجود نداره add یه همچین چیزی اضافه شده خب up و down رو داریم حالا نگاه بکنید اینجا نکتش اینجاست میبینید که تیبل خودش برای ما اضافه کرده من اون دوتا رو میام اون چیزی که من قبلا نوشتم خواستم اینجا پیست بکنم ولی مثل که حالا توی پیش میتونید اگر برید داخل فکر میکنم ادیت uh, اینجا میبینید نوشته پیست from هیستوری اینو میزنید نگاه بکنید اینجا نوشته وریفاید uh, و میتونید اینو اضافه بکنیم و بعدش فکر میکنم یه دونه دیگه هم باید باشه خب همینه اوکی رو میزنم اینا اضافه میشه پس می بینید کامند شیفت V این از توی هیستوری هرچی کپی کرده بودید و میاد برای شما پیست میکنه چقدر کارمون رو میندازه حالا نگاه اینجا نوشته users میتونیم اینا رو دراپ بکنیم میتونم بگم که تیبل uh, و دراپ کالوم خب و میتونیم اینجا بگیم که verified به این صورت میتونم یه دیگه از این اضافه بکنم اسمش رو بگم توکن پس میبینید این آپ و داون اینان همش رو باید درست تایب بکنیم. خالا بر اینجا تایب حالا برمیگردیم اینجا میریم داخل ترمینال و سفر خالی میکنم تایپ میکنم php artisan یا تایپ کنم art migration migrate ببخشید oh, migrate می میزنیم migrate اضافه میشه بریم داخل اپ بریم داخل HTTP controllers و بعد auth controller یه دانه auth controller داریم که برای ما تمام کار رو انجام میده خب اگر نگاه بکنید من تمام متدای این رو میبندم اینجا نوشته auth controller extends controller دو تا به ما چیز داده trait داده پس شما میفهمید که تمام کدایی که برای رجیستر اینجا نوشته شده تنها شامل اینا نیست این چهار تا نیست بلکه زیادتر از این حرفاست کجا ذخیره شده توی یه تریتی به نام authenticate and register user خب برای لاگین و رجیستر اضافه شده این trot user برای اینه که شما میاد برفرز داخل لاگین پنج بار یوزر پسورتون اشتباه میزنید اکانتتون رو به مدت 60 ثانیه قفل میکنه همون کاری که برای پارس کلیک هم من انجام دادم اگر رو این کلیک بکنین یا میتونید چیکار بکنید که من رو بگید کی رو بزنید دو بار تمام متد ها رو اینجا دارید میبینید چقدر متدش زیاده و اینجا میبینید که متد لاگین داریم متد شو رجیستر داریم نا رجیستریشن فرم داریم متد رجیستر داریم میبینید گت رجیستر داریم پست رجیستر داریم و الاخر. اما اگه ما بریم داخل روت routes فایلی که شما باید از اونجا شروع بکنید این روت رو داریم با توجه به اینکه شما این دوتا رو همونجوری که من گفتم هلپرا رو توی گیت هاب گرفته باشید میتونید از آیدی تون کمک بگیرید بفهمید که این کجا به شما رو میبره اگه من کامند رو بگیرم روش کلیک بکنم یه بار دیگه رو بگم داخل راوتر یه داریم ایناست میبینید من از اینجا اینا رو همه رو کپی میکنم برمیگم داخل راوتون برای اینکه کارم راحت تر بشه این بالا داخل اینجا پیست میکنم و اینا رو میذارم داخل کامنت که شما ببینید که اینجا چه قراره. خب به این صورت این هم پاک میکنم اینم پاک میکنم و اینم پاک میکنم پس ما اینجا نگاه بکنید یه همچین چیزی احتیاج داریم و برای رجیستر ما رو کجا میبریم؟ نگاه بکنید رجیستریشن ما رو میبره داخل اوت کنترلر شو Registration فور این کاری که میخوایم بکنیم دوباره برمیگردیم داخل این اوت کنترلر اینجا نوشته ریدایرکت میخواد چه اتفاقی بیفته وقتی کاربر الان رجیستر میکنه بر من می میکنم مهدی عزیمی یه ایمیل آدرس میدم مثلا مهدی@parsclick دات uh, یه دونه بهش میدم یه دونه دیگه اینجا کنفرم میکنم وقتی رجیستر میکنم منو ریدایرکت میکنه داخل کرییت منو لاگین میکنه اینجا بالا می نویسه مهدی عزیزی خب من همچین چیزی رو نمیخوام من میخوام که ریدایرکت منو نکنه این ریدایرکشن رو اینجا برمیدارم و فقط میگم که منو همین داخل لاگین ریدایرکت بکن یا همین رجیستر رجیستر تایپ میکنم رجیستر ولی میخوام یه فلش مسیجی به من نشون بده نکته بعدی اینه که بچه هیچ موقع اینجوری اپلیکیشن تونو نسازید گفتم که TDD یا BDD متدی هستش که شما باید تست بنویسید مثلا اینجا نگاه بکنید ما تست داریم میرید اینجا اگزمپل تست رو نگاه بکنید برمیدارید مثلا میگید که وقتی که کاربر رفت روی صفحه خونه چی رو میخواد ببینه یا متدهای دیگه داریم مثل C database خب C این database چی رو تو داخل دیتابیس میخواد ببینه بعد میرید اینجا تستتون رو ران میکنید اینجوری میفهمید نیاید مثلا مثل من دستی اینجوری امتحان بکنید چون خیلی زمان میبره ولی برای اینکه ما تست رو هنوز صحبت نکردیم در رابطه باش ما این کار رو انجام میدیم دوم اینکه ما میخوام ایمیل بکنه چیکار بکنیم مگه اگر برم بریم داخل ENV فایلمون که کجاست الان من همه رو اینجا ببندم فعلا اینها فایل فایلمون اینجاست اینجا نوشته SMTP من از SMTP نمیخوام استفاده کنم و از لاگ میخوام استفاده کنم ویدیو 18 بتون گفتم که اگر از لاگ استفاده بکنید میره داخل استوریج میره داخل لاگز و بعد اینجا laravel.log داریم اینجا اضافه میشه من اینا را اینا همه ایرورایی بودش که الان دفعه قبلی دید فعلا همه رو سلکت میکنم و دیلیت میکنم اینو میبندم بعد برمیگردیم داخل env این میشه لاگ حالا میتونید فعلا اینا رو از بین ببرید یا اینکه همینجوری بذارید باش. پس ایمیل ما فرستاده میشه به این لاگ کار بعدی کار بعدی اینه که من اگه برم داخل متد create که هیچی بذارید اینا رو ببندم میخوام دو نکته رو بگم وقتی میرید این تریت رو میخواید پیدا بکنید گفتم داخل ID دی کار میکنید که من رو میگید روش کلیک میکنید وقتی روش کلیک میکنید میبینید نوشته دو تا تریت دیگه اوتنتیکیت user register user این برای لاگین روش کلیک بکنید میاد این بالا حالا در رابطه باش صحبت خواهم کرد ولی متدولوژی دارید میبینید و بعدش هم register یوزر اینجاست خب register یوزر که میاد register میکنه خب ما از کجا بفهم اوضاع چه قراره شما اگر برید اینجا راوت رو بیارید بالا میفهمید اوضاع چه قراره اینا رو من همون اینجا پیست کردم وقتی register میکنید میره کجا میره داخل auth کنترلر ات registration فور وقتی گت میکنید این, فر... این فرم رو نشون میده این به درد ما نمیخوره وقتی میخوایم پست بکنیم کجا میره میره داخل اوت کنترلر ات رجیستر پس من برمیگردم داخل اوت کنترلر ایناش اوت کنترلر خب متد رجیستر من ندارم از کجا پیدا بکنم نگاه بکنید که من اوت کی رو دو بار میزنید اینجا تایپ میکنید رجیستر میاد بالا خب ایناش رجیستر اگه من روش کلیک بکنم منم میره داخل این رجیستر یوزر یا اینکه میتونید چیکار بکنید برید اینو اول پیدا بکنید اتنتیکیت ان رجیستر یوزر ببینید که اینجوری شده رجیستر یوزر روش کلیک میکنید اینا متد رجیستر اینجاست خب اینجا چیکار میکنه اینجا ببینید ولیدیت میکنه میاد چیکار میکنه اگر فیل شد شما رو به شما ارور میده و بعد لاگین میکنه و بعد ریدایرکت میکنه به کجا ریدایرکت میکنه همون پاتی که اینجا ما داریم نوشته ریدایرکت تو میبینید پس میخوام کدا رو بفهمید اگر کدا رو بفهمید ریدایرکت پات اینجاست خب میفهمید که این البته متدی که روش کلیک میکنید میفهمه که ریدایرکت پات دارید رو اونجا چیکار میکنه میفرستتون یا ریدایرکت تو این هاش ریدارکت پس یه بار دیگه کلیک میکنیم نگاه بکنید میگه اگه من پراپرتی ریدارکت تو داشتم ریدارکت کنم به اونجا و اگر نه اگر نداشتم منو بفرست داخل هوم درست شد پس این از این داخل رجیستر اگر ما اینا رو نداشتیم یعنی از اینجا من تا اینجا رو نداشتم چیکار میکردم خب چیکار میکردم الان به شما میگم میم داخل کامنت بالا پایین مینویسیم یا بالا مینویسیم میفهمه اول باید ولیدیت بکنید ولیدیت بکنید بعد بیاید پایین چیکار بکنید باید بیای یوزرتون رو تونو بسازید create user بعد باید, باید ایمیل کنید بهش چی رو توکن یا میتونید بگید که ایمیل دی توکن بعد اینجوری بنویسید بعد میخواید یه مسیجی رو بهش نشون بدید فلش message بعد چه کار بکنید بچه ری بکنید اما وقتی که گفتم اون چیز لرول رو اجرا میکنید مثل authentic make out اینا براش انجام شده validation انجام شده ایناش اینا این validation خب creation user creation کجا اتفاق میفته ایناش this create وقتی من روش کلیک میکنم کجا منو میبره داخل auth controller اینجا یوزر اضافه میشه create چجوری اضافه شده وقتی که ما میخوایم بریم داخل user table user مدل مثلا مدل یوزر روش کلیک بکنیم اینجا fillable همون هست name email password من میام این توکن رو و چیزام اضافه میکنم میتونم توکن رو چجوری بگم اضافه بکنم میتونم از کرییت استفاده بکنم که توکن رو اضافه بکنم یا میتونم از وریفاید استفاده بکنم ولی میتونم اینجا فعلا توکن رو اینجا اضافه میکنم و وریفاید هم توسط مدل خودش آپدیت میشه دیگه نمیخواد این از این کرییت ولی توکن رو ما اینجا بعدا اضافه خواهیم کرد این از این حالا دوباره میگم داخل رجیستر یوزر پس این کریشن یوزرم اضافه میشه ایمیل د توکن این کجا من بعد اضافه بکنم اینو من اینو کات میکنم خب از البته این سه رو با هم کات بکنم که به شما بگم که میخوایم کجا اینا رو برگردانیم وقتی یوزر اضافه میشه اینجا میخوام ایمیل بکنم مسج رو فلش بکنم ریدایرکت بکنم ریدایرکت خودش انجام داده پس ریدایرکت هم پاک میکنم پس دو دو تا کار میخوام انجام بدم میخوام ایمیل بکنم حالا شما چه جوری میخواید ایمیل بکنید میتونید برید داخل لاراول داکیومنتیشن و همین راحتی من اگه برگردم داخل این ایمیل میتونید این لاگ رو بردارید همینجوری که اینجا ایمیل کرده کپی کنید و اونجا پیست بکنید ولی راه یه راه دیگه که من طالب شما نگفتم یا میتونید اینجوری ایمیل بکنید مثلا میل فساد رو بگیرید وقتی من اینجا میل رو میزنم نگاه نوشته illuminate support فساد من اینجا میزنم این بالا ایمپورت میشه خب اینا ایمیل و ولی خب من میتونم چیکار بکنم یه کلاس دیگه بسازم به اسم اپ میلر خب که بیاد برای من چیکار بکنه این رو اضافه بکنه میتونه این ریکوست اینجا که داریم وقتی توی رجیستر میام این اپ میلر رو اضافه میکنم بعد اپ میلر رو که اضافه کردم بذارید اینجا بذارید بتون اینجوری بگم یه کلاسی میسازید به نام اپ میلر و اسمش اسم وریبلش رو میذاریم میلر خب این اپ میلر رو فعلا نمیدونه کجاست ولی من بهتون میگم که چجوری ایمپورت میکنیم بعد چیکار میکنم این میلری که من اینجا دارم رو میگیرم تنها کاری که میخوام بکنم ببینید به جای اینکه پروسیجوال فکر بکنید اینجوری فکر بکنید که مثلا وقتی میخواید ایمیل از این این کلاس برای شما چه وظیفه رو انجام میده میخوام یه متد از داخلش در بیاریم مثلا به اسم send email confirmation to مثلا به کی به user. user کجاست یوزر اینجاست دیگه وقتی این رو میسازیم میتونیم داخل یه وریبل به نام یوزر رو سیو بکنیم و اینجا پس بکنیم خب این کاربر ساخته میشه اینجا و بعد اینجا میخوایم پسش بکنیم پس این هم داخل یه وریبل سیو میکنیم بعد چی کار میکنیم بعد میایم این رو میسازیم و بعد یه فلش مسیج چیکار میکنیم برای فلش message گفتم یه هلپر ساختیم اگه من برم داخل flash.php که داخل کجاست HTTP اینتر بزنم یه همچین فلش مسیجی رو ساختیم خب اگه برگردم اینجا میتونم تایپ بکنم فلش اگر من تایپ بکنم فلش ساکسس خب برای من فلش ساکسس درست میکنه یا میتونم فقط اینجا تایپ بکنم فلش یه تایتل بهش بدم مثلا بگم که گود و بگم مسیجش مثلا پلیز چک اور میبی پلیز کنفرم یور ایمیل ادرس خب به این صورت و این به این صورت انجام این فلش مسیج هم پاک میکنه حالا اینو من چطوری بسازم ایمیل کردن این میله رو به این صورت میسازیم که باید بریم یه اپ میلر بسازیم کجا الان بهتون میگم میریم هر جا خواستید به اون صورت هر جا داخل اپ و من میرم یه پوشه دیگه درست میکنم مثلا ای این. یه کنترل ان یه دایرکتوری درست میکنم اسمش رو میذارم بزنیم اسمش رو بذاریم میلرز برای پوشه های ایمیل یه دونه مثلا اسمش میذاریم میلر و بزرد اول میلرز که دایرکتوری درست میکنیم میلرز این میلرز داخل کنسول اضافه شد داخل اپ که خب اینو میزنم برمیگردیم این بالا میلرز کنترل ان و یه PHp اچ پی کلاسی درست میکنم اسمش میذارم اپ میلر و این کلاس ساخته میشه اینجا نیم اسپیسش هم میبینید ساخته میشه اگه به همین صورت اگر ندارید این بالا اضافه بکنید و اگر ما برگردیم قبل از اینکه کارمون ادامه بدیم این اپ میلر رو من چیکار میکنم اگه بیاید یه بار دیگه اپ میلر رو تایپ بکنید ایمپورت میشه بالا ببینید ایناش یا یعنی اینکه میتونید این رو کپی کنید و اینجا پیست داخل چیزتون پیست بکنید پس این ایمپورت شد حالا ما باید چیکار بکنیم یه متدی بسازیم مثل این send confirmation to ولی داخل اپ میلر ما چند تا کار انجام بدیم اول بهتون گفتم که ما باید از چندتا از به هر حال ما میخوام از این استفاده بکنیم به نام میلر خب میلر استفاده بکنیم که داخل این کنترکت به این صورت ولی حالا به موقعش بهتون میگم کی ام نیم اسپسیم ساختیم میلر من میخوام چند تا ایمیل چی داره بچه ایمیل از تو داره بعد فرام داره و ویو داریم خب اینا رو همه رو من اینجا تایپ میکنم ولی خب اینا میخوام بکنیم پروتکتد خب تو uh, حالا میگیم که فرام uh, from رو اول درست بکنیم یا from protected from بقیش هم دیگه من اینجا چند تا کپی میگیرم to این هم مثل میذاریم view خب ویو uh, view رو میتونیم hard code بکنیم یعنی uh, بنویسیم ولی from هم فعلا من اینجا مسابقه رو مثلا info add parse click .net مهم نیستش که غلط املایی چیزی داریم ولی فعلا اینو میخوام همینجوری بنویسیم ویو و یه خب یه دونه هم دیتا داریم دیگه یعنی من اینو کپی میکنم یه دیتا هم تایپ میکنم اما من اینجا یه دونه کنستراکتور میخوام اگه اینو تایپ بکنم کنستر البته میتونم یه دونه میخوام میلر رو هم برای من قرار بده یعنی میخوام از میل میلر ميلر... لرول استفاده کنم پس اینجا یه دونه میلر وریبل اضافه میکنم اما این پایین برای کارم راحت بشه که من constructor رو میزنیم به این صورت میگه از کدوم میخوای فقط درست میکنه میگم از این میلر اوکی رو میزنم و این میلر اضافه میشه یه مقدار می داکیومنتیشن رو فعلا پاک بکنیم اصولا داکیومنتیشن رو باید اضافه بکنید بچه‌ها همیشه یادتون نره ولی برای اینکه کارم راحت تر بشه دیگه فعلا اضافه نکنم میلر میبینید که از کجا برای من چی رو میگیره تایپ میکنم میلر که میلر خب که از کجا میخوام من میخوام از کنترکت برای من اضافه بکنم بالا کی میبینید که بالا ایمپورت میشه پس درست شد از میل حالا هر جا من بگم متدا چیه مثلا فرض بکنید من پابلیک فانکشن دلیور دارم دلیور یعنی ایمیل رو برای من برسون که اگه من اینجا تایپ بکنم دیس uh, مثلا میلر میتونه مثلا برای من سند بکنه به این صورت به جای اینکه شما هر سری بیاد از این میل استفاده بکنید و بگید که مثلا سند کن میتونید از این this استفاده بکنید چون اینجا تزریق شده بهش میگن چی dependency انجکشن. Uh, injection پس این به این صورت چون میخوام از خیلی ازش استفاده بکنه. خب حالا این متد دلیور ما اینجا داریم خب ولی یا تو نره ما یه متد دیگه هم باید داشته باشیم به نام uh, send confirmation to user پس به این صورت من اینجا اضافه میکنم این رو pop f send confirmation to user uh, user میتونیم چیکار بکنیم یوزر uh, رو هم یا کاربری که داریم رو اینجکت uh, بکنیم پس من اینجا میام uh, عقب این تایپ میکنم یوزر و که داخل اپ هستش اینتر رو میزنیم و این یوزر این بالا هم ایمپورت میشه یادتون نره حالا میخوایم چیکار بکنیم این سنت کانفرمیشن تو میخوایم تمام این چیزهایی که بالا داریم رو اینجا ست بکنیم برای اینکه کارمون راحت تر بشه اصولا باید بین اینا یک فاصله هم بزنیم که ببینیم اوضاع چقدره خب پس اولین کاری که میخوایم بکنیم میگیم که this پس میگیم که حالا to from ها که گذاشتیم ولی to رو من میگم که مثلا بگو که به کی میخوای بفرستیم میخوایم به خب معلومه به کاربر اون ایمیلش بفرستیم خب بعد دیگه چی داریم view داریم و data پس من اینو تایپ میکنم view هنوز view رو نساختیم اینم تایپ میکنم دیتا دیتا مونم باید چی باشه بچا یه دونه آرایه باشه بهتره همینجوری پس این یوزر user... خب این یه... ویو رو چیکار میخوام بکنم اینم میتونم هارت بود هارد کد بکنم یعنی بگم ایمیلز یا دات مثلا اسمش بگم کنفرم یاتون نره این کنفرم دات بلید دات پی هست پس یاتون نره کنفرم اسم ویون هست کنفرم این صورت پس این دیتا رو نوشتم دیت معذرت حضرت میخوام ازتون دیتا دیتا خب اینو میخوام چیکار بکنیم دیتا مساوی با چیه حالا دیتا رو میتونیم به این صورت بگیم که میخوام چی رو به برگردونه میخوام از توی ویو ازش استفاده کنم داخل این ویو خب اگر به من کاربرمو بده یوزرمو رو بده میتونم اینجا ازش استفاده کنم میتونم داخل آرایه بگم که خب این یعنی وریبل یوزر رو بگیر خب مسابقه قرار بده با البته اینجوری user مسابقه قرار بده با این یوزری که ما اینجا داریم یا یعنی اینکه میتونید چیکار بکنید نمیدونید ترتیبش چیه نمیخواید حفظ بکنیدش یا براتون اصلا مهم نیست compact user به این صورت که یوزر ما به من برمیگردن در آخرم میخوام چیکار بکنم یه چیزی رو ریترن بکنم ولی میگم که فقط این متد رو برای من دیلیور بکنم یعنی میتونم اینجا یا اینکه میتونید چیکار بکنید بچا میتونید بگید که البته دیس یادم رفت دیس این اینم میگه که خب void خب میگه return نداری البته بذارید اینو return رو فعلا پاک بکنیم یا اینکه میتونید چیکار بکنید بگید که return this به این صورت الان بهتون میگم چرا return this. که اگر برگردیم اینجا داخل این send confirmation to میتونید الان چینش بکنید بگید deliver خب به این صورت ولی یه مقدار ناخانا میشه حالا خواستید میتونید همچین کاری انجام بدید وقتی ما میگیم که send confirmation email بفرست خب مستقیم میفرسته به یوزر دیگه پس ما میخوایم که همینجا deliver بکنه برای ما دیگه نمیخوام که چی کار, ب... کار دیگه انجام بده حالا دیلیور چیکار میخواد بکنه برای ما deliver همون کار رو میخواد بکنه که اینجا لاول بر ما انجام داده Send ایمیل ریمایندر یه چیزی خب ما از چی داریم اینجا استفاده میکنیم بچه‌ها میل خب میل سنت خب ما از میل سنت دیگه میتونید به این صورت استفاده کنیم که ما از دیپندنس اینجکشن استفاده میکنیم از this mailer استفاده میکنیم حالا میگیم که چیکار بکنه حالا میگیم که سند بکنه سند سند میکنه و چند تا کار را انجام بده سند اول میگه که چیه؟ دس ویو چیه this view همین حتی ویلگول میذاریم بعد میگه که دیتا چیه میگیم دیس دیتا بعد میگه که حالا مسجت میخواد چی باشه ما یه فانکشنی درست میکنیم که مسج uh, رو داخلش قرار میدیم به این صورت اگر من درست گفته باشم uh, میبینید که دیتامون اینه یوزرمونه فانکشن مسج که میتونه یوزر رو به ما برگردونه ولی دیتامون اینجا کامپکت یوزر رو داره یا اینکه میتونید اینجا تایپ بکنید یوزر ولی خب یوزر وقتی اینجا پس میکنید تمام اینا میره داخل دیتا دیگه احتیاجی نداره که اینجا بگید که یوز و بعد بگید که یوزر خب این هم یه راه دیگه حالا میایم پایین چیکار میکنیم میگیم که مسیج uh, from فروم رو دیدی که بالا ما هارد کود کردیم ولی میگم که uh, this, from. this from و بعد میگم که حالا اسمم بهش میدیم میگیم که ادمین بعد میگیم که چیکار بکن میگیم که تو میگیم به کی بفرسته خب مسلمه دیگه this to و سمی کالون رو میذاریم اینجا و همین راحتی تمام شد رفت حالا نه داخل یه لاین میذاریم from to ولی اصولا اینجوری میذارید که متوجه شدید اوزاد چه قراره. message from to که اگر ما اینجا ببینیم میبینید که نوشته message to خب سابجکت هم میتونید بذارید ولی from به این صورت میتونید message بذارید تو هم میتونید بذارید ولی برای اینکه خب احتمالاً چیز بشه راحت تر بشه کارتون میتونم چیکار بکنم مثل خودش از این استفاده بکنم رو که اینجا دارید میبینید میتونم بگم که سرچ تو و این هم بذارید اینجا یه سمی کالم بذارم مثل خودش که اینجا گذاشته بعد بگم که سابجکت هم براش درست بکن سابجکت چی؟ سابجکت داخل پرانتز میتونید همینجوری بره مثل من نگاه که نوشته سابجکت و این نوشته تو نوشته اسمش چیه میتونید بگید که this to که میاد این بالا ست میکنه به ایمیل یا میتونید که اگه یوزر دارید تایپ بکنید مثلا یوزر نیم خب به این صورت ولی مهم نیست برای ما فقط سابجکت رو میگیم که اینجا please confirm your ایمیل به این صورت تموم حالا اینا رو همه رو فرمت میکنیم message تو فرام حالا میگیم که چه قراره بر میگم یه بار ریویو میکنیم آت کنترلر نه خب متد چی بودیم آ یوزر اینجا رجیستر یوزر خب اینجا فلش رو میزنیم ریدایرکت میکنیم اما هنوز نگاه بکنید و شما این ایمیلز uh, کانفرم رو نساخته من اینجا باز میکنم این رو میرم داخل ریسورسز ویوز کنترل n یه فایل بلید درست میکنم اون رو داخل ایمیلز میذارم و بعد اسمش رو میذارم confirm.blade.php extends نمیخوایم فقط یه لی درست میکنیم اینجا میگم که confirm your email email به این صورت میدم ویدیو ایمیل طولانی شده ولی فعلا با من همراه باشید یک h1 درست میکنه میگیم که thanks for اینجا یادتون باشه که ایمیل میشه به کاربر پس تایپ میکنیم thanks for signing up و اینجا میخوایم که یه دونه برای ما ایمیل بفرسته داخل یک تگ پاراگراف میگیم که you need to مثلا یه تگ a درست میکنیم میگیم که فعلا اینجا خالی باشه confirm یا میگیم که confirm your ایمیل ادرس و خب حالا اینجا داخل تگ این چی درست بکنیم میدونید که اگر من بیام اینجا تایپ بکنم url خب این url برای من یه URLی درست میکنه که خیلی راحت بتونم ازش استفاده بکنم اما داخل این url میتونیم به این، اینا رو تبدیل بکنیم به یک سینگل کوتیشن به این صورت که بتونم کارم راحت تر بشه اینا رو تبدیل کنم به یک سینگل کوتیشن بخاطر اینکه میخوام از دابل کوتشن استفاده بگم URL داخل دابل کوتیشن میگم که من ببر داخل آدرس رجیستر و بگم که رجیستر مثلا ببر داخل کنفیرم هنوز این پث رو نداریم خوب و میخوام که کاربر روی یک چیزی کلیک بکنه که توکن هستش میدونی که ما اینجا داخل اپ میلر وقتی یوزرمون رو کامپکت کردیم یا فرستادیم داخل دیتا این الان دیگه بر ما وجود داره میتونم چیکار بکنم اینجا تایپ بکنم یوزر توکن به این صورت که بر من چی بشه به فرست داخل این توکن ولی توکن رو هنوز ما نداریم من چیکار بکنم باید برم این توکن رو برم برای خود و بسازم که بتونم به کاربرم برگردونم دیگه درسته اینم لینک شده کنفرم یور ایمیل آدرس خب این توکن رو من چطوری بسازم و این پث رو هم هنوز من ندارم خب برای اینکه پت رو ما نداریم اول, اول میریم به توکنمون رو درست میکنیم خب توکن رو ما چجوری درست میکنیم اگه بریم داخل اوت کنترلر وقتی اینجا داریم کاربرمون رو میسازیم یه نیم درست میکنیم یه ایمیل یه پسورد که وقتی میریم داخل یوزر مدلمون توکن رو هم اینجا پس کنیم داخل فیلبل میتونیم اینجا چیکار بکنیم بعد از پسورد من اینجا بگم که توکنم مساوی با چی بچا بگیم که مساوی با مثلا یک توکن رندومی میدونید که برای اینکه با این توکن ها بسازیم میتونیم تایپ بکنیم MD یا میتونیم تایپ بکنیم MD رند خب یا رندوم MT رند نمیدونم یونیک یونیک دی و اینا رو چکار بکنید پشت یه دونه مثلا چیز بذارید مثلا بگیم که چی بذاریم MD5 خب این خیلی خوبه ولی همونطوری که شما توی انجامن زیاد به من میگید که اینا رو توضیح نده چون هلپر رو داریم از فانکشن داریم استفاده میکنیم اگه بریم داخل لرا و هلپر اگه بریم داخل قسمت سترینگ کجای سترینگ ایناش یه چیز داره منامه str random که روش کلیک بکنید میتونید ازش استفاده بکنید str random میگه چه رندومی اه... می... اه... چه سترینگی میخوای به صورت چند کاراکتر باشه هم میگم به جای 40 سی تا هزار خب و میریم حالا داخل راوتمون اینا همش درست شد میریم داخل راوتس اگر حالا میتونیم یه بار برگردیم اینجا نگاه بکنید برم داخل اینجا میبینید که رجیستر کنفرم یه همچین چیزی داریم خب یا تو نره یا میتونم تا یه قسمتی رو کپی کنم برگردم اینجا داخل راوتس هم خب. راوت رو بسازیم به این صورت این پایین میتونم این پایین یا بالای آت اینجا درست بکنم بگم که route و بگم که get به این صورت و خب این get میتونه باشه و بعد بگم که اون رو پیست بکنیم به این صورت register confirm ولی اینجا میخوام که یه دونه توکنی رو به من کار براش کلیک بکنه که حالا به جای فانکشن که ما از اینجا تا اینجا داریم خب تا اینجا میخوام منو کجا ببرم؟ میخوام همون منو ببره داخل out controller out controller controller متدی میخوام درست بکنم به نام confirm uh, email که فعلا این متد رو نداریم اگر من برگردم برم داخل out controller اینا هاش. confirm email رو این پایین من درست میکنم میتونم تایپ بکنم public function confirm ایمیل و بعد پس بکنم این اه, توکنی رو که من اینجا دارم رو به اینجا پس بکنم چون یا تو میاد که اینجا ما توکن رو پس کردیم خب حالا اینجا میخوام چیکار بکنه برای من خیلی خوب حواستون جمع باشه میخوام چیکار بکنم میخوام این کاربرمون رو بگیره یوزر رو بگیره حالا یوزر کجاست یوزر مدلمون اینجاست میبینید بالا این پورت هم شده میبینید پس بنابراین من میتونم از فسادش استفاده بکنم یا از کلاسش استفاده بکنم یوزر و بعد بگم که توکنش رو بگیر خب پیدا بکن اول میخوام توکن رو پیدا بکنیم بعد ستون وریفاید رو بذاریم true یا یک توکن رو نول بکنیم و بعد سیف بکنیم یه فلش مسیج بکنیم و بعد یه دارکت بکنیم فهمیدید چی شد؟ حالا می, ف... می نویسم متوجه میشید بگیم می که بیا این یوزرمون رو بگیر where توکنش خب این میدید که از magic method استفاده میکنه توکن رو می... توکنش مساوی با اینه حالا first or fail رو بگیر اولی یا fail شو میتونیم رو چکار بکنیم داخل یه variable user استفاده بذاریم user مصابقه قرار بدیم. با این. حالا user که گذاشتیم میتونیم از user استفاده بکنیم که field verified رو مصابقه قرار بدیم با true یا یک خب یک همون هم true هست دیگه true میذاریم اینجا بعد میگم که ولی تو نظر یک نظر چون ممکنه دیتابیستون یه چیز دیگه باشه پست اسکیول باشه ممکن متفاوت یوزر ولی اسکیول همشون مشتریشون یکیه توکنش رو میخوام مسابقه قرار بدیم با نو no. بعدش میخوایم همین یوزر رو بگیریم چیکار بکنیم سیو کنیم دیگه سیف. وقتی سیوش کردیم حالا چیکار میخوایم بکنیم میخوایم فلش مسج رو بفرستیم پس اینجور تایپ میکنم فلش حالا بجای از فلشی که ما داریم از ساکسس استفاده میکنیم این سری ساکسس که میگم که گود نیوز و بعد اینجا میگم که یو یو آر لاگد این یا میتونیم بگیم که your email your email has been confirmed and you are now logged in اومدم داخل ریجیسترز یوزرز بچه اینجا یه دونه چیز نوشتم نگاه بکنید بذارید من این رو undo بکنم من نوشته بودم یوزر خب مساوی با out guard this guard و فلان از اینجا تا اینجا خب به من کاربرم و برمیگردونه یوزر کل این به من یوزر رو بر نمیگردونه. اگه ما برگردیم بیام اینجا خب نگاه بکنید میبینید که الان من یوزر رو داخل این سیف کردم یعنی اکسترکت کردم اینو میتونم یه بار دیگه این کار انجام بدم شما ببینید از اینجا اینجا درک میکنم کنترل تی میام یه وریبل درست میکنم به نام یوزر و اونو بالا قرار میدم به این صورت خب این یوزر اینجا اکسترکت شد میتونم یوزر رو پس بکنم به سند ایمیل کنفرمیشن تو که میبینیم کار میکنه یعنی فعلا یک اتفاقی میفته اونم این که اگر نگاه بکنید اینجا ما داخل Um, میتونم بریم داخل اپلیکیشن داخل middleware اینجا یه دانه چیزی داریم به نام redirect if اوتنتیکیتد میگه اگر اوتنتیکیت شده بود یعنی کاربر وارد سیستم شده بود ریدارکت به صفحه خونه خب ما الان اینو ثبت نام بکوی کاربر جایی ثبت نام بکنیم این ریدایرکت میشه اول اینکه سرور رو بعد یه بار استاپ بکنیم کنترل سی و سرور رو خ... اه... یه بار اینجوری بزنم تایپ بکنم پی اچ پی اینو بکنم بریم ببینیم اول کاربر ساخته میشه یا نه برمیگردیم اینجا برمیگردیم من یک امتحانی بکنم اینجا تایپ میکنم امیر و تایپ میکنم info at ای دو سه چار شیش و رجیستر میکنم وقتی رجیستر میکنم منو میبره داخل صفحه خانه چرا؟ به خاطر اینکه نگاه بکنید گفتم ریدارکت بکن اگر آثنتیکیت شده پس آثنتیکیت میشه نباید آثنتیکیت بشه بعد منو ببره مستقیم به رجیستر چیکار بکنم که اتنتیکیت نشه بعد بهش بگم که نگاه بکن کاربر ساخته میشه به نام امیر اینفو توکن هم اینجا ساخته میشه میبینید اینجا توکن رو توکن رو ببینیم ایمیل کرده یا نه اگر نگاه بکنید میبینیم داخل این ریس... ریستورج و بعد میریم داخل لاکس در اول باز میکنیم نگاه بکنید وای کیو تا ال میبینید اینجا نگاه کنید YQ تا L پس کد و ایمیل کرده به لاگ ایمیل کرده حالا نباید ما رو لاگین بکنه ما باید چیکار بکنیم چک بکنیم ببینیم که اگر بهتون گفتم که این verified صفر هست ما رو لاگین نکنه ولی اگر نگاه بکنید الان من برگردم اینجا بگم لاگین کن منو لاگین رو بزنم خب منو لاگین میکنه من نباید لاگین میکنه چه کار بکنم چند تا راه وجود داره اینی که برید میدلور بسازید خیلی راحت من برمیگردم اینجا سرور رو یه بار استاپ میکنم سفر خالی میکنم پی اچ پی آرتیسان رو یه بار میزنیم نگاه بکنید ببینیم میدلور چجوری بسازیم نگاه بکنید یه دونه داریم به نام میک میدلور و بعد اسمش یه اسپش میدیم مثلا میگیم که اسمش رو بذاریم البته میگم پی اچ پی آرتیسان میک اسمش رو میگیم که must بی uh, be confirmed, یا must be activated یا must ایمیل must be confirmed به این صورت خب و این میزنیم یه همچین چیزی ساخته میشه اینا uh, no, must be confirmed اینجا نگاه بکنیم middleware اینجاست کجا اضافه کنم نگاه بکنیم نما داریم اینجا یا auth بیسیک داریم اینجا میبینید که چند تا اینجا موارد کردیم کن داریم و آخر این ارور رو میتونم برای اینکه سردرد نگیریم بیام چیکار بکنم دیسیویل بکنم به این صورت و بعد بگم که این پایین یه دونه مثلا یه دونه اسم اضافه کرده بوده must be حالا همین رو اضافه میکنیم میگم که must be confirmed PHP شو برمیدارم میگم که مساوی قرار بده با این چیزی که ما داریم میگیم که برو داخل اپ برو داخل میدل ور. به این صورت میدلور HTTP میدلور مذرد میخوام بعد میگه چی؟ یه داریم به نام must بی confirmed به این صورت و بعد میگه که کلاسش رو برای ما ایمپورت بکنیم یه ویرگول همو بذاریم حالا اینو من کجا اپلای بکنم؟ برای اینکه این اپلای بکنیم بچه ها باید بریم داخل auth controller اینجا میبینید که داخل construct من اگه این رو باز, باز بسته بکنم دیدی که با create یه همچین چیزی ساختیم و بعد نیستش که چون اینا همشون داکیومنتیشن دارن اینجا یه داکیومنتیشن برای درست بکنیم خب و اینجا خب دیدید که کنستراکتر میاد برای ما میدل رو درست میکنه یا اینکه میتونید چیکار بکنید بچه اینجا یه آرایه درست بکنید دور اینی آرایه بنزید و بگید که ماست بی ادمین به این صورت ماست بی گفتم ادمین معذرت بخوام به این صورت یا اینکه ببینید اینجا نوشته من آندو بزنم اگه من اینجا اپلای اپلای بکنم اینجا نوشته accept logout یعنی همش accept logout من میتونم آیا بیام یه دونه از این کپی بگیرم و بگم به جای این چون من نمیدونم که تیلر چی درست کرده must be confirmed رو از همین کرنلی که من اینجا دارم خب میتونید از همینجا کپی کنید بیاید اینجا آه. خب اینجا پیست بکنید به این صورت خب و بگید که only login خب چرا میگم only login من نمیدونم که چند تا متد داریم نگاه بکنید انقدر با متد زیاد داریم اگر من بگم که بیا به اصطلاح همه اینا رو برای من اپلای بکن به جز لوگات من نمیدونم که اینجا به اصطلاح که کد رو نوشته چی نوشته اینجا فقط من میخوام موقع لاگین اتفاق بیفته خب حالا داخل ماست بی کانفرم دیگه ما اینجا ساختیم داخل اینجا من لاجیک چی بنویسم من لاجیک پاک کردم خب شما یاد میدم که چیکار بکنید ما ممکن اینجا گیج بشید خیلی تو میدل ورا صحبت نکردم اینجا یوزر میبینید که من ایمپورت کردم اینجا نگاه بکنید من میام یه کار میکنم میخوام یه شرطی رو برقرار بشه اگه این شرط برقرار نشود اگه این مثلا ترو شرط ما ترو بود برقرار نشد بیا چیکار بکن بیا یه فلش به من برگردون فلش یا مثلا بگو که ارورز یا ارور بود یا وضعیت ببینه فلاش رو یه بار ارور بود درسته برمیگرم اینجا ارور میگم که بیا یه تایتل بده بهش بگو که مثلا بگو که مثلا حالا ارور یه دونه ارور اینجا میزنیم حب نداره میگیم که you must confirm your email address first خب به این صورت اما اینجا بعد از اینکه این کار انجام شد خوام چیکار بکنه برای من return کنه ریدایرکت یا میگیم که return کنه بک به همین راحتی خب اینجا وقتی return میکنید به اینجا نمیرسه چرا دیگه الس نمیسازن جا امروز توی PHP اچ پی else اینکه الس اینجوری میومد اینجا قرار میگرفت ولی دیگه الس نمیسازن چون به این صورت قرار میگیره خب حالا من این شرط رو چی بنویسم میدونید که ما میتونیم یوزر رو بگیریم درسته یوزر اگه من اینجا بیام یوزر رو بگیرم به این ایمپورت میشه بالا خب چی کار بکنم این یوزر رو میخوام بگیرم میگم یوزر وقتی که where حالا میگیم که verified خب یا اینجوری میتوند بنویسید یا اینکه میتونید بگید که where داخل پرانتز دو تا پارامتر میگیره دیگه و میگیم که پارامتر اول اسم ستونتون چیه verified و پارامتر دوم میگیم که یک اگر یک بود بیا چیکار بکن نشون بده حالا من اینو داخل چی سیو میکنم یک وریبلی به نام یوزر سیو میکنم خب فعلا من اینو چیکار میکنم چون من نمیدونم اینجا چه خبره اینو داخل یوزر رو داخل این دای میکنم که نشون بدم خب به این صورت وقتی اینو سیو میکنم برمیگردم اینجا کاربر میاد اینجا ثبت نام میکنه خب این فایل پارس کی میاد لاگین میکنه ثبت که کرده هیچی پسوردشو میزنه وقتی لاگین میکنه ببینید این اتفاق میفته تمام اینا اینجا نشون داره داره میده درسته منتها بازم می‌بینی که دایندام خیلی چیزها رو به شما نشون نمیده و ممکنه نفهمید برابرین من میام اینجا میگم که دایندام اینجوریه دای می‌کنیم و اینجا میگیم که واردامپ خب و بعد اون موقع میگم که یوزر این به نظر من بهتره پی اچ پی لرال همچین چیزی درست میکرد خیلی بهتره حالا برمیگردم اینجا یه ریفرش میزنم نگاه بکنید چه اتفاقی میفته آها اینجا برمیگرده به من چی میده اینجا برمیگرده ببینید اینا رو میخوام توجه بکنید protected 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 و اینجا یه دونه پابلیک داریم که آبجکت رو برمیگردونه و این آبجکت بازم تو آخرش پروتکتد رو داره میبینید و اینا به درد من نمیخوره میدونید چی میگم و خب این از این حالا من اگه بگم گت الان الان همه رو البته گرفته خب بیام اینجا تایپ بکنم گت یعنی همه رو به من نشون بده خب اگه برگردم بیام اینجا ریفرش بزنم خب وقتی میرم این فوات پارسلیک رو میزنم لاگین نگاه بکنید اینجا آیتم به من میگه آرای صفر هیچی نداریم چرا؟ چون اینجا سفر میبینید ولی من یه موقتی یک میکنم یه ریفرش میزنم اینجا نگاه بکنید اینجا اینا رو میخوام ببینید protected پروتکتد و تمام شد رفت protected ها برای چیه بچه ها؟ برای اینکه شما نمیتونید بهشون دسترسی پیدا بکنید تنها پابلیک ها رو شما میتونید دسترسی پیدا کنید. بهش مثلا بگید که اینکریمنتینگ تایم این اینا رو میتونید دسترسی پیدا کنید. بهش یا اینکه میتونید چیکار بکنید ببین اینجا هم نوشته پروتکتد اتریبیوت اینا رو نمیتونید بهش دسترسی پیدا کنید وگرنه اگه اگر میتونستم میرفتم اینو چک میکردم که اگر یک یا صفره، اون موقع کاربر را راه میداد تنها چیزی که میتونید بهش دسترسی پیدا کنید، یه چیزی این پایین 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 به نام ازیست نمیدونم میبینید یا نه و یه دونه واز چون پابلیکه میگیم برو ببین اگه وجود داره یه همچین آدمی دیگه نمیخوایم بریم کل اینا رو برداریم بیاریم بالا می چقدر طول میکشه پس اینجا من میگم به جای get خب یا اینجا بعد از get میگم که exist خب وقتی این exist رو میزنم ریفرش میزنم میگه متد exists مثلا به جای get من بعد خب یه ریفرش میزنیم اینجا میگم که الان میگه true وجود داره خب اگه من بگم صفر ریفرش وجود نداره درست شد پس اینجا داره به شما میگه همچین چیزی وجود نداره حالا من برمیگردم اینجا متدای زیادی وجود داره پس این داخل شرط هم میگم که اگر کاربر وجود نداشت به این صورت ارور بده نداشت میدونی چی میگم اینا میبینید نات و الان میرم امتحان میکنم برمیگردم اینجا داخل لاگین ببینیم که اینجا میبینید که صفره خب اگر من بگم این ات پارسکری دات ارور میده خب میگه یو ماست کانفرم یور ایمیل آدرس اگر ما برگردم اینجا یک بزنم بیام اینجا بگم این ات پارسکری 456 login لاگین میشه درسته پس این کانفرمیشن ایمیل حالا ایمیل رو چطور جواب بدیم فرض بکنید که این صفر خب صفر اگه بود اومدیم گفتیم چی؟ اینجا ایمیل برو ببین چیه پس رفتیم داخل بذارید من این کد رو اینجا سرچ بکنم یه بار. که بتونم میدونم که الان لوگ فایلم زیاده اینو سر کپی میکنم میام اینجا داخل لاگم که داخل کجاست ریسورس نه داخل استوریج داخل لاگ لاراب لاگ اینجا جستجوش میکنم ایناش حالا میگه این آدرس رو میبینید اینجا که از اینجا شروع میشه تا اینجا میگه کپی کن بردار ببر اینجا پیست بکن پیست بکن اینتر میزنم میگه که auth controller does not exist classش خب مثل که ما ایمپورتش نت... نکردیم هنوز داخل کجا داخل راوتمون auth controllers اعتمالا بوده من برمیگرم اینجا میرم داخل راوتم و بالا رو نگاه بکنید ما وقتی به auth controller رجوع میکنیم باید یه auth هم پشت اینا بذاریم به این صورت خب الان اگه برگردم اینجا یه ریفرش بزنم میبینید که good news your email has been created و اینجا اگه نگاه بکنیم یه ریفرش بزنم این شده یک پس ایمیل هم داره کار میکنه پس این از ایمیل کنفرمیشن در حدود یه ساعت ما در رابطه باش صحبت کردیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه اینم ایمیل کنفرمیشنی ای که شما تو انجمن گفته بودید حالا میتونید اینا رو که اینجا اوت هستن رو گروه کنید ولی فعلا ما به اینا احتیاج نداریم بنابراین من اینا رو پاک میکنم پس اینجوری تونستیم یه کنفرمیشن ساختیم